خشم ناگهانی گاریدو و ترک نشست مطبوعاتی کنفرانس مطبوعاتی کارلوس گاریدو بعد از پنج دقیقه و با واکنش عجیب او به سوال یک خبرنگار خاتمه یافت. باشگاه پرسپولیس با توجه به برنامه تمرینی و اردوی خود، کنفرانس مطبوعاتی کارلوس گاریدو را در سالن نشست خبری استادیوم کازمی برگزار کرد و از خبرنگاران خواست تا برای پوشش رسانه‌ای به محل تمرین این تیم مراجعه کنند. با این حال نشست خبری گاریدو زمان بسیار اندکی از خبرنگاران گرفت و در حالی که یکی از آنها سؤالی خارج از موضوع پرسید، سرمربی قرمزها خشمگین شد و به سرعت سالن نشست خبری را ترک کرد. سوال خبرنگار این بود: آیا شما به اجلاس سرمربیان در مادرید خواهید رفت؟ این سوال به مذاق گاریدو خوش نیامد و او که پیش از این نیز در سوال پیرامون امید آلی شاه پاسخ پاسختندی به خبرنگار داده بود، بعد از گفتن یک جمله از جای خود بلند شد و به سوالات دیگر پاسخ نداد. البته خبرنگاران نیز با توجه به ماجراهای قبلی و پاسخهای طولانی و مبهم گاریدو تمایلی به طرح سوال از این سرمربی نداشتند اما به هر حال این اتفاق سبب شد تا او یکی از کوتاهترین کنفرانس های خود را پشت سر بگذارد. صحبت های اولیه مطمئنا این بازی برای ما مهم است و هدفمان بردن این بازی است. ما این موضوع را میدانیم که بازی های لیگ سختی خاص خودشان را دارند. هدف اصلی ما کسب سه امتیاز بازی فرداست. مهمترین نکته برای بردن بازی این است که تیممان عالی باشه و فکر می کنم تیم ما در طی روزهای گذشته خوب و عالی عمل کرده است. فکر می کنم برای بازی فردا عالی عمل خواهیم کرد و این انگیزه را داریم که بازی را ببریم. آشنایی با چادر ملو، آنها را میشناسیم و تیم خوب و قوی هستند، و بازیکنان با کیفیتی دارند. تازگی به لیگ برتر اضافه شدند اما عملکرد خوبی داشتند. خیلی بیم ها با بازی می کنند و از نظر پارس کردن تیم سخت گیری هستند. از نظر هجومی بازیکنان با کیفیتی در اختیار دارند و در طی بازی هایی که انجام داده فشار به تیم های حریف وارد کرده است. قدم اول این است که از شناختی که نسبت به حریف داریم توانایی و کیفیت خودمان را نشون بدیم و به عنوان یک تیم بازی کنیم. سختی بازی را بدانیم و تا آخرین لحظه تلاشمان کنیم و سه امتیاز را بگیریم. با این سه امتیاز تمام هواداران خوشحال خواهند شد. همچنین بازیکنان ما میدانند نماینده پرسپولیس هستند. پرسپولیس هم نمایانگر میلیون ها هوادار است. فردا تمام بازیکنان را در اختیار دارید. بله. امید عالی شاه چطور؟ نه، به هر حال یک سری موارد هست که شما متوجه می شوید. در مورد زمین تختی چه نظری دارید؟ من فکر می کنم موضوعی است که قبلا در موردش بارها صحبت کردیم. گفتیم که ترجیحمان این است در استادیوم بهتر بازی کنیم اما در آخر باید در جایی که میگویند بازی کنیم. استادیوم هر جور که باشد ما دنبال سه امتیاز خواهیم بود. مهم نیست که وضعیت چمن چه است و ما باید خودمان را عادت بدهیم و بازی کنیم و سه امتیاز را به دست بیاوریم.